سراسیمگی مقامات و کارگزاران حکومتی از اوضاع وخامتبار اقتصادی به جایی رسید که به قول معروف سنگ روی سنگ بند نیست. مثلا در حالی که خامنه ای مدعی شد که هیچ بنبستی نداریم، روحانی هم گفت که هیچ نگرانی از بابت آینده نظام نداره، اما مهره ها و رسانه های هر دو باند و حتی اعضای دولت روحانی بی تعارف این ادعاها رو به سخره می گیرن و لگد مال می کنن. گزارشی رو در این مورد ببینیم. آخوند جنتی روز گذشته نسبت به گرانی و مشکلات اقتصادی مردم ابراز نگرانی کرد و دولت روحانی را مسئول اهتمام نسبت به معیشت مردم دانست تا تمامیت نظام را به در ببرد. اسحاق جهانگیری معاون روحانی هم با بیان اینکه اداره کشور و کاهش آثار تحریم اولویت دولت است، به در دست نداشتن مهار اوضاع اذعان کرد. او پیش از این ضمن اعتراف به وجود فساد در رأس نظام، آن را به گردن باند رقیب انداخته و گفته بود فساد متاسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است. در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد را میگرفتند، نگرفتند. اما ترس از قیام مردم، این تلاش‌های باندی برای مقصر خواندن باند رقیب و آرام کردن فضای جامعه را به ضد آن تبدیل کرده و آتش دعوای باندی را چنان برافروخته کرده که به رغم اینکه مثل پسر رفسنجانی هشدار می‌دهند ما همه در یک کشتی نشسته ایم، اما نمی‌توانند آن را مهار کنند. کیهان خامنه‌ای 29 مرداد در پاسخ به حرف‌های جهانگیری او را به عنوان یک منشأ فساد و بحران معرفی کرد و نوشت بسم الله، همین مقام مسئول فارغ از اتهامات اقتصادی برادرش باید به مراجع ذی‌ربط امنیتی و قضایی توضیح دهد در کدام فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری به واگذاری رانتی 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی با اسم مستعار دلار جهانگیری رسیدند و پس از آن هم مردم و تولید کنندگان و بازار را با نرخ تورم‌زای 10 تا 11 هزار تومان تنها گذاشتند. اوجگیری این مخاصمات از این روز که بحران به چنان مداری رسیده که کاری از نظام در جهت مهار آن ساخته نیست. روزنامه حکومتی جهان صنعت هشدار می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم اتفاق مهم و خطرناکی است که باید پیش از این با آن مقابله می‌شد. و سپس با اشاره به از میان رفتن قشر متوسط هشدار می‌دهد در پی کوچک شدن این طبقه و ریزش آن به طبقه ضعیف و فقیر باید در انتظار موج اعتراضات اجتماعی باشیم. این روزنامه در پایان بحران بیراه حلی و ناکارآمدی نظام را در یک جمله خلاصه کرده و نوشته است امروز دیگر توان رویارویی با چالش‌ها وجود ندارد. یک کارگزار دیگر حکومتی به اسم امان الله قرایی مقدم به وجه بالاتری از تشدید این بحران اذعان کرده و با اشاره به بحران بی‌اعتمادی مردم به نظام هشدار می‌دهد در چنین جامعه‌ای فروریزی را می‌بینیم. مفهوم این فروریزی را پیش از این یک روزنامه حکومتی به روشنی به نظام گوش زد کرده و نوشته است ملت‌ها اگر قدرت را مزاحم زندگی بدانند آن را می‌شکنند و تعارفی هم با هیچ کس ندارند.